خلاصه کتاب قوی سیاه اثری از, از نسیم نیکولاس طائب از کانال آموزشی انگیزشی لیلو ما جویا چرا اعتماد کردن به عقاید و دانسته های قبلی ما میتونه عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشه قوی سیاه نوشته نسیم نیکولاس طائب به بررسی ماهیت اتفاقاتی میپردازه که به عنوان وقایع تصادفی محسوب میکنیم همینطور از های منطقی صحبت میکنه که باعث میشن تصویر کلی موقعیت ها رو از دست بدیم او به این وقایع ظاهرا تصادفی قوهای سیا میگه وقایعی که اغلب عواقبی جدی برای فرد و حتی جوامع به همراه دارن طالب به ما کمک میکنه تشخیص بدیم که کی توانایی قضاوت و تصمیم گیریمون به خاطر تمایل ذاتی بشر به دستبندی کردن اطلاعات در تحلیل های ساده و قابل فهم تضعیف میشه او این کار رو از طریق ارائه درکی بهتر از نقاط ضعف ما در پیش بینی کردن انجام میده توی این خلاصه کتاب به این پرسش ها پاسخ داده میشه چرا مثل بو قلمون فکر کردن میتونه برای سلامتی ضرر داشته باشه چرا بزرگترین تهدید برای کازینو در واقع هیچ ارتباطی با شرط بندی نداره چرا دونستن و تشخیص اینکه چه چیزهایی رو نمیدونیم میتونه مانع از دست دادن پسندازها و اموالتون بشه فصل اول قوهای سیاه وقایعی هستند که اونها رو غیر ممکن محسوب میکنیم اما با این حال رخ میدن ما انسانها مهارت ویژه‌ای در تبدیل تمام محرکهایی که از محیط میگیریم به اطلاعات با معنا داریم این استعدادیه که ما رو قادر ساخته روش اثبات تجربی رو خلق کنیم به فلسفه وجود فکر کنیم و الگوهای پیچیده ریاضی به وجود بیاریم اما صرف این که قادر هستیم در مورد دنیا فکر کنیم و اون رو ساماندهی کنیم بدین معنا نیست که در این زمینه خیلی خوب هستیم به دلایلی تمایل داریم که در باورهامون نسبت به دنیا کوته باشیم وقتی که در مورد چگونگی عملکرد دنیا عقیده خاصی پیدا کنیم معمولا اونها رو رها نخواهیم کرد اما از اون جایی که علم انسان دائما در حال رشد و پیشرفت هست چنین روی کرد ای کاملا احمقانه و اشتباهه به عنوان مثال تنها دیویس سال پیش پزشکان و دانشمندان به دانش خودشون از علم پزشکی اعتماد کامل داشتند اما امروزه اعتماد اونها به علم و دانش اون زمان مزهک به نظر میرسه کافی تصور کنیم که به خاطر یه سرماخوردگی معمولی به یک پزشک مراجعه کنیم و او استفاده از ما رو زالو تجویز کنه تعصب در مورد عقایدمون باعث میشه چشمان خودمون رو بر روی مفاهیمی که خارج از الگوهای مورد قبول و تثبیت شده قرار دارند ببندیم عنوان مثال چطور میشه بدون آگاهی از وجود ها علم پزشکی رو درک کرد شاید بتوان توضیحی منطقی برای بیماری یافت اما به دلیل نداشتن اطلاعات ضروری این توضیح ناقص خواهد بود این نوع تفکر متعصبانه میتونه منجر به یک غافلگیری عظیم بشه گاهی اوقات وقایع ما رو به خاطر تصادفی بودن غافلگیر نمیکنه بلکه به خاطر محدود بودن چشمندازمونه که غافلگیرمون میکنه این نوع به قوی سیا معروفه و میتونه باعث بشه که در جهان بینی خودمون اساسا تجدید نظر کنیم پیش از رویت نخستین قوی سیا مردم فکر میکردند که تمام قوا سفید هستند به همین دلیل تمام تصورات و نگارهاشون از قوهای سفید این بود و این یعنی رنگ سفید بخش مهمی از قو به حساب می اومد به همین خاطر وقتی اولین قوی سیاه دیده شد این مسئله فهم اونها رو از خصیصه هایی که یک قو میتونه داشته باشه از اساس تغییر همونطور که در ادامه خواهیم دید یک قوی سیاه میتونه به اندازه فهمیدن این موضوع که همه قوها سفید نیستند ساده باشه یا میتونه به اندازه از دست دادن همه چیز به خاطر سقوط بازار سهام عظیم و اثرگذار باشه فصل دوم وقایع قوهای سیاه برای کسانی که به اونها توجه نمی کنن، عواقب تکان دهنده خواهند داشت تاثیر یک قوی سیاه برای همه یکسان نیست برخی افراد به شدت تحت تاثیر این وقایع قرار می گیرن. برخی دیگه چندان اثری احساس نمی کنند شدت تاثیر وقایع قوی سیاه عمدتا به میزان دسترسی افراد به اطلاعات بستگی داره کسی که از وجود خطرات در مسیر خودش آگاه باشه میتونه از این خطرات اجتناب کنه اما اگه فردی به محیط اطراف خودش توجه نداشته باشه در معرض خطر قرار میگیره این مسئله رو میشه در سناریو زیر مشاهده کرد فرض کنیم شخصی روی اسب مورد علاقه خودش به نام راکت شرط میبنده به دلیل وضعیت جسمانی قوی راکت سابقه پیروزی در مسابقه های گذشته مهارت بالای سوارکار و ضعیف بودن رقبا او معتقده که راکت امترین گزینه برای شرط بندی بوده و به همین خاطر کل دارایی خودش را رو روی راکت شرط میبند هنگامی که پس از شلی که شروع مسابقه راکت دروازه رو ترک نکرده و در عوض همون جا روی زمین مسابقه دراز میکشه میشه تصور کرد که اون شخص چقدر غافلگیر میشه این واقعه یه قوی سیاه محسوب میشه با توجه به اطلاعاتی که اون شخص جمعآوری کرده بود برد راکت امترین گزینه برای شرط بندی محسوب می شد. اما به محض اینکه مسابقه شروع شد او کل پول خودش را از دست داد. اما این واقعه برای همه یک مصیبت محسوب نمیشد. برای مثال مالک اون اسب با شرط بندی علیه اسب خودش ثروت زیادی به دست آورد. برخلاف اون فرد عادی صاحب راکت اطلاعات بیشتری داشت او میدونست که راکت به خاطر نگهداری نامناسب و خشونتی که مسئول استبل در رفتار با او داده اخیرا آسیب دیده و توانایی مسابقه دادن رو نداره همین اطلاعات جزئی اون رو از تجربه یک واقعه قوی سیا نجات داد همچنین قوه های سیاه میتونن مقیاس و گستردگی متفاوتی داشته باشند. گاهی اوقات به جای اینکه تنها یه فرد تحت تاثیر چنین واقعی قرار بگیره یه جامعه یک واقعه قوی سیاه رو تجربه میکنه هنگامی که چنین اتفاقی رخ میده یه قوی سیاه میتونه روند دنیا رو عوض کنه و بر بسیاری از جوانه به جامعه مثل فلسفه الهیات و فیزیک تأثیر بذاره به عنوان مثال ادعای نیکولاس کوپرنیک ستاره شناس لهستانی مبنی بر اینکه زمین مرکز کیهان نیست عواقب سهمگینی در پی داشت به این دلیل که کشف او هم قدرت مسیحی های کاتولیک حاکم و هم اعتبار و صحت خود انجیل رو به چالش کشید اما در نهایت این قوی سیاه به شکلگیری یک اروپای مدرن منجر شد فصل سوم ما به سادگی گول ابتدایی ترین خطاهای منطقی رو میخوریم به نظر میرسه که انسانها با ترین حیوانات روی زمین هستند اما هنوز راه زیادی برای رفتن داریم تا به جایگاهی برسیم که از شر تمام عادتهای بد خودمون خلاص بشیم یکی از این عادتها خلق تصویری ذهنی بر اساس اطلاعات و تصوراتمون از گذشته است ما معمولا باور داریم که گذشته گواه خوبی از آینده است اما این مسئله معمولا درست نیست این امر ما رو در برابر اشتباهات آسیب پذیر میکنه چون عوامل ناشناخته متعددی وجود دارند که میتونن غلط بودن تصور ما رو ثابت کنند به عنوان مثال بو قلمونی که در مزرعه زندگی میکنه رو در نظر بگیرید کشاور سالها به او غذا داده او رو برای پرسه زدن در محیط مزرعه آزاد گذاشته و سرپناهی در اختیار او گذاشته با استناد به گذشته به عنوان راهنما دلیلی برای نگرانی و ترس از فردا وجود نداره چون فردا هم روزی مشابه همه روزهای قبل خواهد بود اما اگه فردا روز جشن شکرگزاری باشه چی؟ سر اون بو قلمون قطع شده بدنش با ادویه جات پر شده و غذای همون افرادی خواهد شد که به او سرپناه داده و از او نگهداری می کردن. یک اشتباه مشابه میل به تایید نام داره ما اغلب فقط به دنبال گواه و مدرک برای باورهایی که از پیش در ذهن خودمون شکل دادیم می گردیم. تا جایی که حتی هر گواه و مدرکی که خلاف اونها رو ثابت کنن رو نادیده میگیریم وقتی با اطلاعاتی مواجه میشیم که خلاف باورها و اعتقاداتمون باشه احتمال اینکه اون رو بپذیریم کم بوده و حتی احتمال اینکه اون رو بیشتر بررسی کنیم کمتره اگه حاضر بشیم این موضوع رو بررسی کنیم احتمالاً به دنبال شواهدی خواهیم گشت که این اطلاعات رو تضعیف کرده و همون باورهای قبلی ما رو اثبات کنند به عنوان مثال اگه شخصی قویا باور داشته باشه که گرمایش زمین یک توته است در صورت مواجه شدن با مستندی به نام شواهد انکارناپذیر برای اثبات گرمایش زمین احتمالاً آزرده میشه اگه پس از این اتفاق او در اینترنت به دنبال اطلاعاتی در مورد گرمایش زمین بگرده به احتمال زیاد از عباراتی همچون ادعای دروغین گرمایش زمین استفاده خواهد کرد نه شواهد موجود برای اثبات یا رد گرمایش زمین در حالی که هر دوی این نوع خطاهای استدلالی غیر علمی هستند متاسفانه برای جلوگیری از چنین استدلال های نادرستی کار زیادی از دستمون بر نمیاد این مسئله ذاتی در ماست فصل چهارم نحوه طبقه بندی اطلاعات توسط مغز پیشبینی های دقیق رو به شدت سخت می در طول تکامل انسان مغز ما روش های ویجه برای طبقه بندی اطلاعات به وجود آورده نیاکان ما برای بقا در طبیعت به یادگیری و تطبیق سریع با محیط خطرناک خودشون نیاز داشتند و به همین دلیل این روش های طبقه بندی ذهنی برای اونها بسیار کاربردی و مناسب بود اما با تکامل بشر و پیچیده تر شدن محیط این روش ها کاربرد خودشون رو از دست دادن یکی از این روش های نادرست طبقه بندی اطلاعات مغالطه قصه پردازی که در اون روایت های خطی خلق می کنیم تا موقعیت کنونی خودمون رو توصیف کنیم دلیل این امر حجم عظیم اطلاعاتیه که روزانه با اون روبرو میشیم برای درک کردن این اطلاعات و منطقی بودن اونها مغز ما تنها اطلاعاتی رو که مهم محسوب میکنه انتخاب میکنه به عنوان مثال احتمالا میتونیم به یاد بیاریم که امروز صبح برای صبحونه چی خوردیم در حالی که نمیتونیم رنگ کفش تمام افرادی که در طول روز در خیابان و فضاهای عمومی دیدیم رو به خاطر بیاریم برای اینکه بتونیم به این اطلاعات پراکنده و نامرتبط معنا ببخشیم اونها رو به داستانهای دارای ارتباط منطقی تبدیل می کنیم به عنوان مثال هنگامی که به زندگی خودمون فکر می کنیم احتمالا فقط چند واقعه خاص رو انتخاب می کنیم و اونها رو معنادار تلقی می کنیم. سپس اونها رو تبدیل به یک روایت داستانی می کنیم که توضیح میده چطور به شخصیتی که امروز هستیم تبدیل شدیم مثلا ممکنه کسی ادعا کنه علت علاقه وافری که به موسیقی داره اینه که در دوران کودکی هر شب مادرش برای او ترانه های مختلفی میخونده. اما خلق چنین داستانهایی روش خوبی برای به دست آوردن درک ارزشمندی از دنیا نیست. چون این فرایند تنها با نگاه به گذشته عمل می کنه و توضیحات بیشماری که ممکنه برای هر یک از وقایع موجود باشه رو نادیده می گیره. واقعیت اینه که وقایع کوچیک و به ظاهر بی اهمیت میتونن عواقب غیر قابل پیش بینی و چشمگیری داشته باشند. برای واضحتر شدن این موضوع میشه اثر پروانه ای رو بررسی کرد طبق این نظریه بال زدن پروانه ای در جایی از کره زمین یک ماه بعد باعث رخ دادن طوفانی در سوی دیگر اون میشه اگر در حین رخ دادن اتفاقات تک تک مراحل علت و معلولی در اون فرایند رو فهرست کنیم خواهیم تونست رابطه علیتی آشکار بین وقایع ببینیم اما از اون جایی که فقط نتیجه رو میبینیم در این مورد به خصوص توفان به وقایعی که همزمان با توفان در حال رخ دادن هستن مینگریم و تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که حدس بزنیم کدوم یکی از این وقایع بر نتیجه تأثیر میذاره فصل پنجم ما نمیتونیم تفاوت بین اطلاعات توسعه پذیر و توسعه ناپذیر رو به آسونی تشخیص بدیم. ما انسانها روشها و الگوهای زیادی برای طبقه بندی اطلاعات به وجود آوردیم تا دنیا رو به مکانی قابل درک تبدیل کنیم. اما متاسفانه در تشخیص تفاوت بین انواع اطلاعات مهارت قابل توجهی نداریم به خصوص در حیاتی ترین نوع این مسئله یعنی تفاوت بین اطلاعات توسعه پذیر و اطلاعات توسعه ناپذیر مقیاس پذیری یک ویژگی مطلوب برای یک فرایند شبکه یا سیستمه و به توانمندی یک سیستم در تطبیق خودش با شرایط جدید و بزرگتر از قبل اجزای بیشتر اشیاء بیشتر بزرگ شدن افزایش حجم کار اشاره میکنه اما تفاوت بین این دو نوع اطلاعات بسیار اساسی و بنیادینه اطلاعات توسعه ناپذیر مثل وزن و قد حدود مشخص و آماری و ماکسیموم و مینیموم داره وزن توسعه ناپذیره چون محدودیت های فیزیکی اجازه نمیدن وزن کسی از مقادیر مشخصی بالاتر یا پایینتر تر بره هرچند که ممکنه کسی 150 کیلو وزن داشته باشه اما از لحاظ فیزیکی اینکه وزن کسی 1500 کیلو باشه غیر ممکنه از اونجایی که ویژگی های اطلاعات توسعه ناپذیر محدوده میشه در مورد میانگین ها و موارد رایج پیش های معناداری انجام داد از سوی دیگه موارد غیر فیزیکی یا اساسا انتظایی مثل توزیع پول یا میزان فروش آلبوم های موسیقی توسعه پذیر هستند به عنوان مثال اگه کسی آلبوم خودش رو به شکل دیجیتال از صورت سامانه اشتراک موسیقی آیتیونز به فروش برسونه هیچ محدودیتی در تعداد آلبوم هایی که ممکنه بفروشه وجود نداره چون میزان فروش او توسط تعداد نسخه های تولید فیزیکی تولید شده محدود نمیشن همچنین به خاطر انجام تراکنش ها به صورت آنلاین کمبود ارز فیزیکی نمیتونه مانع توزیع یک میلیارد نسخه از آلبوم او بشه برای دست یافتن به تصویر دقیقی از دنیا درک تفاوت بین اطلاعات توسعه پذیر و توسعه ناپذیر حیاتیه چون به کار گرفتن قوانین مربوط به اطلاعات توسعه ناپذیر برای اطلاعات توسعه پذیر فقط منجر به اشتباه خواهد شد به عنوان مثال فرض کنید فردی تصمیم داشته باشه ثروت تمام جمعیت کشور را محاسبه کنه ساده ترین روش برای این کار اینه که با جمع کردن مجموع درآمد کل جمعیت کشور و سپس تقسیم عدد به دست اومده بر تعداد شهروندان ثروت سرانه مردم رو محاسبه کنه اما ثروت مقیاس پذیره یعنی ممکنه درصد کوچیکی از جمعیت کشور درصد بالایی از ثروت رو به خودشون اختصاص بدن با جمعآوری داده در مورد درآمد سالانه تصویری از توزیع درآمد تخمین زده میشه که احتمالا نشون دهنده واقعیت حقیقی شهروندان اون کشور نیست. فصل ششم ما به اون چه فکر می کنیم می دونیم بیش از حد اعتماد داریم همه دوست داریم که خودمون رو از آسیب دور نگه داریم و یکی از راه های این کار ارزیابی و مدیریت احتمال خطره به همین دلیله که چیزهایی مثل بیمه ی حوادث می خریم و سعی می کنیم که استلاحاً تمام تخمرهای خودمون رو در یه سبد نذاریم اکثر ما نهایت تلاش خودمون رو میکنیم که خطرات رو با بیشترین دقت ممکن اندازه گیری کنیم تا فرصتها رو از دست ندیم همچنین سعی میکنیم کاری که شاید بعداً موجب پشیمونیمون بشه انجام ندیم برای این کار باید تمام ریسک های موجود رو ارزیابی کنیم و سپس احتمال رخ دادن هر کدوم از این خطرات رو نیز اندازه گیری کنیم فرض کنیم شخصی قصد خرید بیمه داشته باشه او تمایل داره شرایطی برای بیمه نامه خودش پیدا کنه که از او در برابر بدترین شرایط ممکن محافظت کنه اما همچنین قیمت بالایی نداشته باشه تا با خرید اون پول خودش رو هدر نده او باید خطر بیماری و حوادث رو همراه با عواقب رخ دادن این وقایع بسنجه و سپس تصمیم آگاهانه ای بگیره متاسفانه ما فکر میکنیم تمام خطراتی که ما رو تهدید میکنن میشناسیم و به این موضوع اطمینان بیش از حدی داریم این مسئله مقالطه بازی انگاری نام داره و بر اساس او ما تمایل داریم با خطرات مثل بازی برخورد کنیم با مجموعه از قوانین و احتمالات که میشه قبل از شروع بازی مشخص کرد با این حال برخورد با خطر به مسابه یک بازی به نوبه خودش مخاطر آمیزه به عنوان مثال کازینوها میخوان تا حد ممکن پول در بیارن به همین دلیل هم سیستم های امنیتی پیچیده ای دارن و قماربازهایی هایی رو که پشت سر هم و به کررات برنده میشن رو از ورود به کازینو منع میکنند اما روی کرد اونها بر اساس بازی انگاریه خطرات جدی که کازینوها رو تهدید میکنه قماربازهای خوششانس یا دزدان نیستند بلکه میشه به عنوان مثال یک آدم ربا باشه که فرزند صاحب کازینو رو گروگان میگیره یا کارمندی که در انجام امور مالیاتی کازینو کوتاهی کرده و اشتباه میکنه بزرگترین خطراتی که یک کازینو رو تهدید میکنه ممکنه کاملا غیر قابل پیش بینی باشن همونطور که این مثال نشون میده هر چقدر هم که تلاش کنیم هرگز قادر به محاسبه تمام خطرات نخواهیم بود در ادامه خواهیم دید که مطلع شدن از نقص در دانشمون چقدر از بی اطلاع موندن نسبت به اون بهتر فصل هفتم برآورد ندانسته ها به ما در ارزیابی بهتر خطرات کمک خواهد همه ما اصطلاح دانش قدرت هست رو شنیدیم اما گاهی اوقات ما توسط همین دانسته ها محدود میشیم در این مواقع تشخیص اینکه چه چیزهایی رو نمیدونیم بسیار سودمندتره اگه فقط روی مواردی که میدونیم تمرکز کنیم ادراک خودمون رو از تمام نتایج احتمالی یک رخداد محدود کردیم و زمینه مناسب برای رخ دادن وقایع قوی سیاه رو خلق خواهیم کرد کسی که قصد خرید سهام داشته باشه اگه فقط به دانش خودش از وضعیت روبرشت اخیر بازار سهام توجه کنه و عوامل نامشخص بازار رو نادیده بگیره در دام رکود اقتصادی افتاده و دارایی خودش رو از دست خواهد داد. فرض کنیم کسی قصد خرید سهام داشته باشه اما دانش و اطلاعاتش در مورد آمار سهام محدود به دوره 1920 تا 1928 باشه یعنی یک سال پیش از بزرگترین سقوط بازار سهام در تاریخ آمریکا اون شخص در وضعیت اخیر بازار سهام صعود و نزول‌های کوچیکی می‌بینه اما وضعیت کلی بازار رو به پیشرفته به همین دلیل به این خیال که این رویه حتما ادامه پیدا میکنه تمام پسنداز زندگی خودش رو خرج سهام میکنه اما روز بعد بازار سقوط کرده و او تمام دارایی های خودش رو از دست میده اگه اون شخص کمی بیشتر بازدار رو بررسی کرده بود مشاهده می که در طول تاریخ دوره های رونق و رکود مختلفی وجود داشته و از احتمال رخ دادن یک دوره رکود پس از مدتی رونق اقتصادی باخبر شود. با خبر می با منحصر کردن تمرکز خودمون بر چیزهایی که می دونیم خودمون رو در معرض خطرات بزرگ قرار می دیم. از سوی دیگه اگه بتونیم مواردی رو که نمیدونیم مشخص کنیم در اون صورت قادر خواهیم بود خطرات و ریسک اون رو کاهش بدیم پوکربازان این اصل رو به خوبی میدونن چون برای موفقیتشون در بازی اهمیت بالایی داره اونها قوانین بازی رو میدونن و از احتمال اینکه رقباشون کارت های بهتر از اونها داشته باشند با خبرن. اما به این نکته هم توجه دارن که اطلاعات مهم دیگه ای نیز وجود داره که اونها به اون دسترسی ندارند. از جمله استراتژی رقبا و مقدار پولی که اونها حاضرن از دست بدن. دانش اونها از این موارد نامعلوم به اونها کمک میکنه برای خودشون استراتژی بچینن که فقط بر کارت های خودشون متمرکز نباشه به این ترتیب میتونن ارزیابی آگاهانه تری از خطرات و ریسک انجام بدن فصل هشتم داشتن درکی درست از محدودیت های انسان میتونه به ما در گرفتن تصمیم های بهتر کمک کنه شاید بهترین دفاع در برابر تله های فکری مطرح شده تا اینجا داشتن درکی درست از محدودیت های ابزار های ذهنی باشه که ما برای انجام پیش بینی ها استفاده می کنیم. هرچند دانستن محدودیت های ذهن خودمون به هیچ عنوان ما رو از خطاهایی که مرتکب خواهیم شد حفظ نخواهد کرد اما حداقل میشه به ما در تقویت این توانایی های ذهنی و کاهش تصمیمگیری های اشتباه کمک کنه به عنوان مثال ما هم مثل همه انسان ها از آرزه میل به شناخت رنج میبریم اما اگه نسبت به این ضعف خودمون آگاه باشیم میتونیم هنگام رخ دادن چنین خطایی متوجه بشیم و جلوی خودمون رو بگیریم به همین شکل اگه بدونیم که ما انسانها دوست داریم که همه چیز رو به شکل روایت های صاف و ساده و علیتی طبقه بندی کنیم و اگه از این حقیقت مطلع باشیم که این نوع روی کرد پیچیدگی جهان رو ساده میکنه در این صورت احتمال اینکه به دنبال اطلاعاتی بگردیم که دید بهتری از شمای کلی موقعیت به دست بده بیشتر میشه همین مقدار ناچیز تحلیل خود و دیدگاه انتقادی درونی میتونه یه برتری رقابتی در برابر دیگران به ما اضافه کنه آگاهی داشتن از کاستی ها قطعا مفید و کاربردیه. اگر بدونیم که در تلاش برای بهره برداری از هر فرصتی همواره خطرات غیر قابل پیش بینی وجود داره احتمالا تمام دارایی و سرمایه خودمون رو در راه رسیدن به اون خرج نخواهیم کرد هرچند که نمیتونیم در برابر تصادفی بودن یا ظرفیت درک محدودمون از پیچیدگی گستره جهان راهکاری پیدا کنیم اما حداقل میتونیم آسیبی رو که توسط نادانی خودمون متحمل میشیم رو کاهش بدیم سخن پایانی ما دائما در حال پیش بینی کردن آینده هستیم اما در این کار مهارت بالایی نداریم اعتماد بیش از حدی به دانش خودمون داریم و نادانی خودمون رو دست کم میگیریم اتکای بیش از حدمون به روش هایی که در ظاهر معقول هستن و ناتوانی ذاتی در درک و تعریف کردن موارد تصادفی و حتی ویژگی های زیستی ما همگی دست به دست هم داده و باعث میشن تصمیمات ضعیفی بگیریم بعضا با قوهای سیاه مواجه بشیم یعنی وقایعی که فکر میکنیم ناممکن هستند اما در نهایت درک ما از دنیا رو تغییر میدند کتاب قوی سیاه پیشنهاد کاربردی هم برامون داره کتاب میگه به زیرا مشکوک باشید اگرچه این در طبیعت ماست که به دنبال روابط خطی و علیتی بین وقایع باشیم تا این دنیای پیچیده رو قابل درک کنیم اما واقعیت اینه که ما هم در انجام پیش بینی در مورد آینده و هم در مشخص کردن دلایل اتفاقات زمان حال بسیار ضعیف هستیم به جای تن دادن به اشتیاق خودمون برای دیدن روابط علت و معلولی صاف و ساده بهتره که تعدادی از احتمالات رو در نظر بگیریم بدون اینکه به هیچ کدوم از اونها وابسته بشیم بدانید هر چرا نمیدانید اگر میخواید پیش بینی های معناداری در مورد آینده داشته باشید پس باید بدونید که فقط مد نظر قرار دادن تمام دانسته ها کافی نیست چون این کار باعث میشه تنها درکی نسبی و محدود از خطرات موجود در پیش بینی خودمون داشته باشیم باید از اون چه نمیدونید نیز آگاه باشید تا اطلاعاتی رو که با کمک اون پیش بینی انجام میدید محدود نکنید امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم با سپاس علی رضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا کتاب های صوتی از کانال لیل و با خواندن و هدیه دادن کتاب آگاهی و دانش را گسترش دهیم